همگی داریم در قاب تلویزیون تماشا میکنیم، صحبت های آقای را با همگی میشنویم. خواهش میکنم. دقیقا همونجوری که شما فرمودید، ماشین سازی همیشه زیر سایه تراکتور بوده تو این چند سال گذشته. تو چند سال گذشته بله. عرض به حضور شما، فکر میکنم با یه بودجه محدودم بسته شده تیم ماشین سازی. به هر حال با توجه به نفراتی که جذب کردن از لیگ یک به نظر میاد که اینطوری بوده، ولی خب این تیم برای اینکه تو جدول باقی بمونه حتما نیاز به تقویت داره. خود آقای اخباری هم گفتن اگه قرار که تیم در نقاط لیگ برتر بتونه بمونه، قطعا با تقویت بشه و بتونن بازیکنای مد نظر خودشون هم در اسفند ماه که به نوعی آغاز نیم فصل هست رو هم داشته باشن. چرا اسدی هم با هم دیدیم، بازیکن خودش سابقه حضور در باشگاه پرسپولیس هم داره. ثانیه‌های پایانی مسابقه تیم‌های تراکتور و آلومینیوم عراق